دوستان با پیوند جوانی سبز خرداد ماهی در خدمت شما هستم که به دلیل شرایط سخت فیلمبرداری داخل باغ من شاخه رو انتخاب کردم آوردم داخل خونه که انشالله فیلم خوبی براتون بتونم تهیه بکنم. دوستان ببینین، برای پیوند جوانی سبز 3-4 تا نکته بسیار مهمی وجود داره که الان خدمت شما توضیح میدم، انشالله بتونین اینا رو حتما رعایت بکنین و پیوندتون موفقیت آمیز باشه. یکی این که شاخه‌ای که انتخاب میکنیم، جوانی که میخوام برای پیوند انتخاب کنیم، از شاخه های رویشی همین سال باشه، مال امسال باشه. دوم این که جوانه هایی که روی این شاخه ها رویدن چند مدلن که اینجا خدمت شما یکی که نشون میدم. جوانه هایی که روی شاخه ها وجود دارن دو مدلن که اینجا دو تا مدل هم دارم خدمت شما. یکی جوانه های رویشی که شکل اینا تقریبا به شکل گرده و دو پوسته یا سه پوسته مشخصه که قابل رویشن، و یکی دیگه هم شکل مخروطی و شبیه جوانه های شبیه میوه های درخت کاج که اینها رویشی نیستند و تبدیل به شاتون نرم میشن و هیچ ارزشی برای پیوند ندارن، ولی اینها قابل رویشن. شما تو این مورد میتونین کلی جوانه رو انتخاب بکنین، این رویش اتفاق میفته این اتفاق نمیفته، یا روی یکی از شاخه هایی که فقط رویشی داره، این جوانه که فقط جوانی رویشی، این انتخاب بکنید. ببینید دوستان، فقط جوانی رویشی داره، این فقط جوانی رویشی داره. اگه شما این جوانه ها رو یه مقدار دقت بکنید کاملا مشخص. پس ما جوانی رویشی که انتخاب کردیم، بعد پیوندمون رو شروع میکنیم. من روی این شاخه انتخاب کردم پیوند، دو تا برش برای این اول جوانه رو مشخص میکنیم، دو تا برش میزنیم، دو تا برش عرضی. به صورتی برش ها رو باید بزنیم که لبه های برش ما لهیدگی پیش نیاد. پس دو تا برش عرضی، بعد یک برش افقی میزنیم، یک مقدار با نوک تیغمون پوستش جدا میکنیم که بذار راحت تر جدا بشه. بعد با فشار نوک انگشت به این بغل، به این سمت محکم میگیریم، فشار میدیم، پوست راحت جدا میشه. پوست راحت جدا شد و این برش عرضی رو هم انجام میدیم، یک برش طولی هم سر تا سری انجام میدیم، از این سر تا اون سر. خب این جوانه رو ما انتخاب کردیم که این جوانه دو سه تا نکته داره. حتما داخل جوانه باید پر باشه. ببینید دوستان، داخل جوانه باید پر باشه. اگه دیدین این داخلش سوراخ بود، پر نبود، این به درد نمیخوره، چون نطفه رویشی جوانه روی شاخه مونده، دیگه هیچ ارزش پیوندی نداره. حالا رو شاخه‌ای که میخوام پیوند بزنیم، دقیقاً به اندازه همین برش ما روی این شاخه یک محل صافی رو انتخاب میکنیم به دو حالت. یا به این شکل روی شاخه قرار میدیم، از بالا تا پایین برابره خود این جوانی که جدا کردیم برش میزنیم، یکی از اینجا، یکی از اینجا، ببینید الان این یک مقدار برشش سخته چون جوانه تکان میخوره. حالا به خاطر اینکه راحت بشین، یک راهکاری بهتون میدم، یک راهکاری خدمت شما عرض میکنم که راحت تر بتونیم برش بزنیم. یک دونه چسب برمیدارین، این جوانی که کندین ثابت میکنین روی شاخه، با یک چسب جوانه رو روی شاخه ثابت کردیم. حالا برش رو با خیال راحت انجام میدیم، دقیقا برابر با
جوانی که از شاخه جدا کردیم. اینجا دقت بکنید که لبه برش ما لهیدگی ایجاد نشه، یکی اینجا یکی هم اینجا. خب برش ما انجام شد، حالا یک سمت برش ما رو برش طولیش هم انجام میدیم داریم از اینجا، پوست این شاخه رو کاملا جدا میکنیم. پوست کاملا جدا میکنیم از روی این جوانی که جدا کردیم و جا قرار میدیم، چسب از روش جدا میکنیم. فقط در این محل قرار میدیم، به اندازه خود جوانه پوستش رو جدا میکنیم. خب از این ور که کاملا یکی شد، اضافه این پوست هم برش میزنیم. دوستان ببینیم، برای این پیوند حتما بالا و پایین پیوند ما باید مماس باشه با پوست. اگه فاصله هرچی فاصله کمتر باشه پیوند ما بهتر میگیره، زودتر میگیره، زودتر این عمل پینه بستن اتفاق میفته. حالا اینجا باز با پلاستیک کاملا میبندیمش. کامل که بستیم دیگه، هوا به محل برش و نفوذ نکرد. 3-4 تا جوانه رها میکنیم، 1-2-3 3 تا جوانه رها میکنیم، از اینجا شاخه رو برش میزنیم، دیگه این پیوند ما اینجا تموم میشه. حالا ادامه پیوند جوانه هایی که به شکل گردندار بودن اونا رو هم خدمت شما عرض بکنم، چون جوانه ها که گردندار هست با حالت چیپ باید بزنیم به قولی. این جوانه ها دوستان ببینید، این جوانه هایی که میبینید به شکل گردندار، گردن دارم دیگه، اینا رو نمیتونیم با پوست راحت جدا بکنیم چون نطفه اینا جدا نمیشه، رو شاخه میمونه. میایم اینا رو با مقداری از خود چوب جدا میکنیم. این خراب شد، ببخشید. مقداری از چوب رو جدا میکنیم. جدا میکنیم. حالا محلی که میخوایم پیوند بزنیم و دقیقا همین اندازه از چوب بر میداریم تا اینو روی این قرار بدیم. مثلا به این محل میخوایم پیوند بزنیم،
میذاریم روش، سر تهش مشخص میکنیم از کجا تا باید برش بخوره. این از اینجا تا به اینجا باید برش بخوره. اصلا پیوندی که جدا کردیم، این مقداری از چوبش بر میداریم، حالا پیوندمون قرار میدیم. به این شکل قرار میدیم، اینه میپیچیم مثل که کاملا با پلاستیک بندیم که دیگه هیچ هوایی بینشون نفوذ نکنه. ببینید باید هم از بالا هم از پایین با پوست یکی بشیم. دو سه تا جوانه آزاد میذاریم، سه تا جوانه بالاترش قیچی میکنیم. اینم پیونده، هم چیپ شد هم معمولی. امیدوارم که از این پیوند استفاده لازمه ببریم. دوستان اینه کی بدونیم که پیوند ما گرفته؟ وقتی که این ساقه، این ته برگ رنگش زرد شد، اینجا متوجه میشیم که پیوند ما گرفته و در حال رشده. مشخص، کاملا مشخص میشه، این جوانه متورم میشه، با حالت رشد در میاد و این هم زرد میشه. با تشکر، امیدوارم که از این آموزش لذت ببریم و در پیوند گردوهاتون استفاده بکنید. با تشکر.